عقل باز از روایات استفاده میشه که اگر عقل باشد تمام خصلت‌های پسندیده انسانی در انسان محقق میشه. اما اگه عقل رو گذاشتیم کنار، حیا میره کنار، عفت میره کنار، غیرت میره کنار، ظلم میاد به میدان، اما اگه عقل باشه تمام صفات کامله انسانی موجوده. شاهدش هم این روایتی است از اسبق ابن نباته از امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین فرمود جبرئیل بر حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام نازل شد و هبوط کرد. فقال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدتا من ثلاث، یکی از این ستا رو تو مخیری داشته باشی. فخترها و دع اثنتین. حضرت آدم فرمود یا جبرائیل چیه این ستا که میگی یکیشو انتخاب کنم؟ فرمود العقل و الحیاء و الدین، یا عقل رو اختیار کن یا حیا را یا دین را. فقال آدم انی قد اخترت العقل، من عقل اختیار کردم. فقال جبرئیل للحیاء و الدین انصرفا انصرفا. جبرئیل به حیاء و دین گفت پس شماها دیگه بری. آدم عقل رو اختیار کرد. و دعاه فقال، فقالا اون دوتا به جبرئیل گفتن یا جبرئیل انا امرنا ان نکون مع العقل، خدا ما رو مأمور کرده هر جا عقل باشه ما هم باشیم. بعد جبرئیل گفت خیلی خوب، اگر همچین مأموریتی دارید شما باشی، یعنی وقتی عقل باشه دین هست. من لا عقل له لا دین له، بر طبق همین روایته. وقتی عقل باشه حیا هست. من لا عقل له لا حیا له، کسی که عقل نداره حیا هم نداره. پس ببینید عقل محبوب ترین مخلوق خداست. خدا هر کسی رو که خیلی دوست داره عقلشو کاملتر میکنه. حالا میگیم کمال عقل به چیه؟ و عقل هر جا باشه تمام صفات پسندیده انسانی هست. تو بعضی از روایات دیگه وارد شده قناعت، شکر. آدمی که عقل داره قانعه، آدم عاقل قانعه، آدمی که طمع داره حرص داره عقلشو گذاشته کنار. اما آدمی که عقل داره قانعه به همون چیزی که خدا به او داده، از مال دنیا هرچه خدا بهش داده به همون قانعه، از اعتبار و مقام هرچه خدا به او داده قانعه. ببینید اینا به قول امروزی ها کدهاییست. نگاه کنیم به خودمون ببینیم واقعا قناعت در زندگی ما هست یا نیست. اگه دیدیم قناعت نیست معلوم میشه از عقلمون استفاده نمی کنیم ما. شکر، کسی که عاقل شکوره، دائما شکر خدا میکنه. شما ببینید تو روایات از صفات بسیار مهمی که اولیاء خدا به دنبال او هستن یقینه. تو روایات داریم کسی که عقلش رو به کار بیاندازه به مرحله یقین میرسه، کسی که عقلش رو به کار نیاندازه مرحله یقین نمیرسه. اصلا یقین رو، تسلیم الالله رو، اینا رو نمیتونه پیدا بکنه.
اطاعت خدا از آثار کمال عقل و از اسباب کمال عقل، هر دوش. این یکی از چیزهای بسیار مهمیه که باید ما امشب این نکته رو بهش برسیم. یه مذاکره‌ای شده بین امام حسین علیه السلام و معاویه در مورد عقل. امام حسین یه جمله‌ای فرموده، فرموده ولا یکمل العقل الا باتباع الحق، عقل فقط با تبعیت از حق که کامل میشه. یعنی اونایی که دنبال تبعیت از حق میرن اونا آدمای عاقلی هن. اونایی که جانشون رو میارن تو میدان برای شهادت عقل انسان ها هستن. امام حسین علیه السلام عاقل‌ترین انسان‌های دورانه، شهدای ما همه همینطور. اونایی که از زمان رسول خدا صلوات الله علیه، زمان ائمه معصومین، در تمام بحران‌ها یه عده‌ای می‌رفتن در جنگ شهید می‌شدن، میشستن میگفتن خب اینا بی خود رفتن جانشون رو دادن، اینا مثلا عقل نداشتن، خب میموندن تو زندگی دنیویشون رو ادامه میدادن. این برخلاف منطق دینه، برخلاف واقعه، برخلاف منطق امام حسین علیه السلامه. این خیلی مطلب مهمیه. ما نیاییم بگیم امام حسین علیه السلام رو عشق به خدا به میدان کربلا آورد. اگر پای عشق به میان آمد بگیم خب چه لزومی داره ما تبعیت کنیم؟ عشق الزام آور نیست، عشق تکلیف آور نیست، عشق برای انسان نمیتونه الگو باشه. یه انسانی در مراحل معنوی به یه مراحل عالیه‌ای میرسه، این معاشقه میکنه با معشوق خودش خدای تبارک و تعالی، این برای دیگران قابل تحصیل نیست اصلا. میاییم حادثه ی عاشورا رو میاریم تو این عنوان، تو این قالب، میمونیم با صدها سوال مواجه میشیم. بعدم میخواییم یک سری خرافات و بدعتها و اضافات رو به این حادثه و واقع اضافه کنیم رو همین مبنا، بگیم آقا حالا که مسئله عشقه دیگه هر کاری میشه کرد، حالا که باید دین رو گذاشت کنار، عقل رو گذاشت کنار، ما رو عشقمون باید کار بکنیم، ببینیم عشق ما چه فرمانی به ما میده. یک خرافاتی که واقعا این حادثه رو موهون میکنه. ما اگر امروز بخوایم حادثه ی عاشورا رو به دنیا معرفی بکنیم، باید رو همین جنبه عقلانی او تکیه بکنیم، بگیم کار امام حسین علیه السلام از شهادت خودش و اون شهادت طفل شیرخوارش مبتنی بر یک مسائل عقلی مسلم مسلم بوده. اصلا در فرهنگ دینی ما اطاعت خدا موجب کمال عقل انسانه. اون آدمی که میشینه تو خانه کاری نداره، امروز داره دین از بین میره نمیره، حجمه هست حجمه نیست، این آدم آدم عاقلی نیست اصلا. آدم عاقل اونیست که میاد به میدان، میاد فریاد میزنه، دفاع میکنه، اونجایی هم که لازم باشه جان خودش رو میده. امام حسین به معاویه فرمود ولا یکمل العقل الا باتباع الحق،
عقل انسان به کمال نمیرسه. بشر اگر میخوای در دنیا عقلت به کمال برسه، فاصله تو با بهائم یه مقدار کم نباشه. ما دلمون رو خوش کردیم به این که آقا فاصله ما با بهائم این است که ما عقل داریم اونا ندارن. خب ما اگه از عقلمون استفاده نکنیم با اونا چه فرقی میکنیم؟ مثل این که حالا تو تاریکی کسی چراغ قوه داره یکی نداره، خب اگر این کسی که داره روشن نکنه فایده ای نداره. عقل باید تکامل پیدا بکنه. یه انسان مسلمان باید ببینه امروز نسبت به روز قبل چقدر تکامل عقلی پیدا کرد، چقدر رشد عقلی پیدا کرده. این موجب حیات اوست، این موجب عزت اوست، این موجب عروج اوست. لا یکمل الحق، لا یکمل العقل الا باتباع الحق. باز ببینید یکی از روایت های دیگه، امام صادق علیه السلام فرمود لیس بین الایمان والکفر الا قلت العقل. یعنی اونی که انسان رو از مرز ایمان میاندازه تو کفر قلت عقله. یعنی اگر انسان از عقلش درست استفاده نکند گرفتار انحراف میشه. اگر از عقل درست استفاده نکنه بره سراغ تبعیت از هوا و تبعیت از شهوات، این میفته تو مرز کفر، میفته تو دایره کفر. اونی که انسان رو تو میدان ایمان نگه میداره عقل انسانه. باز ببینی عرض کردم واقعا کسانی که این بحث سبک زندگی رو امروز دارن دنبال میکنن که بسیار بحث ضروری و لازمه برای جامعه ماست، جامعه ما ولو جامعه اسلامی است، ولو جامعه انقلابی، ولی فاصله فراوانی از سبک زندگی دینی داریم ما. باید این بحث توجه به عقل رو محور قرار بدن. شما ببینید این مطلب از رسول خدا صلوات الله علیه آمده، از ائمه معصومین متعدد و مکرر آمده، خدمت رسول خدا، خدمت ائمه معصومین. از یه آدم مسلمانی تعریف میکردن آقا این چه آدمیه، نماز شبش ترک نمیشه، نافله هاش ترک نمیشه، هر سال حج میره، دائما روزه است. اینا رو میگفتن تا اینا تمام میشد رسول خدا میفرمود کیفه عقلو، ائمه میفرمودن کیفه عقلو. خیلی حرف عجیبیه. عقلش چه میزانیه؟ آیا تو زندگی که داره زندگی میکنه عقلش رو به میدان میاره؟ اگه انسان عقل رو به میدان بیاره عقل بهش میگه به راحتی ارتباط با خدا باید چجوری باشه، عقل بهش میگه نباید دیگری رو فریب بدی،